عوام شیعه وقتی در مقابل یک مرجع قرار میگیرن، همین سوال پیش میاد، مگر قرار نبوده امامان فقط بفهمن قرآن رو و اونها اهل ذکری باشند که ما باید از اونها بپرسیم؟ مگه قرار نبوده ما به عنوان انسانهایی که نباید هیچ وقت راهمون گم بشه و باید یک نفر از جانب خدا همچنان حضور داشته باشه، عقیده بر این نیست؟ پس شما این وسط چه کار میکنید که ما مجبوریم تقلید کنیم؟ این که همون شد روش اهل سنت، حتی بر فرض این که شما اهل ذکر باشید، تقلید کردن از شما تقلید کردن از امام نیست. این سوال در ذهن خیلی ها ایجاد شده. حالا یک نمونهش رو توی این ویدیو میبینیم که میپرسه این سوال رو از مرجع تقلید، میپرسه، اومده نزد مرجع تقلید میگه ما قرآن رو در اختیار داریم، شما دو تا جلد کتاب آوردید، میگید باید از اینها تقلید کنید. این دو جلد چیزیه که شما گفتید، نه چیزیه که امام معصوم گفته. چرا مردم باید از این تقلید کنند؟ مگر شما معصومید؟ و جواب این حاج آقا رو با هم میشنیم، بعد اگه موافق باشید تماس رو هم میگیریم. بعد این آیه ربط به تقلید تعبدی نداره، تو بحث تعلیم و تعلمی تعبدی همین است که طرف مجتهد بگه آقا قول من، فتوای من، فهم من در حق عامی فی نفس حجیت داره. یعنی بله نه، ما داریم بحث علمی میکنیم، بحث علمی داریم میکنیم. ما چه دعوا که از جناب جسارت چه من میکنم کنم؟ من دارم میگم شما رساله نوشتید، خود دو جلد داشته، الان حجت میدونین قولتون رو در حق هم یا نه؟ خب اگه طرف شک کنه، اگه مقلد شک کرد، بازم حجت یا نه؟ گوش کن، من بگم تو حرف نزن، موقعی حرف بزن تو بتونی جواب. ببین شکل کنن رفته پیشه یه تشه رفته پیشه یه چهر مثلا رفته پیشه نزد بعد آنه قوم برد بعد آنه نشد گفت من همه آقایی رو من مکن کن آنه چیز رو همه آقایی من رو مکن کن این هر چی گفتیم که بلا مرتونه اگر بحث دینه خفیشی بهتره، خفیشی بهتره، تو میخوای چیزی بیاموزی یا میخوای بیاموزی من از شما مطالبه دلیل کردم، تو میخوای به من یاد بدی که من از شما مطالبه دلیل کردم؟ امام صادق علیه السلام فرمودن آیه در شأن ماست، خواسته در شأن ما اهل بیت، احدی رو شامل نمیشه. قرآن، آیا قرآن محکم و متشابه نداره، ناسخ و منسوخ نداره؟ خب شما معصومی نلا اسمت دارین؟ خب شما اینجور که فوش میدین یعنی چه؟ یعنی من امام معصومه حجت آقا مرجع میگه حجت خداست، مرجع میگه حجت خداست، یعنی خفشو یعنی همین بلا مطالبه دلیله سلام این همین بلا اینجا من حرف نزم این هم نتیجه سوال کردن از مراجع. میپرسه شما مگه نمیگید حجیت ندارید؟ چرا پس دو جلد کتاب نوشتید و میگید این حجت بر شما، یعنی شما حق ندارید؟ میگه نه، هر کس بلند شه بره مراجع نجف رو ببینه بگه شما مرجعیت داره، میگه یک مرجع داره، میگه مراجع نجف رو ببینه بگه شما فلان جا اشتباه کردید، اجازه هم چون چیزی ندارن. یعنی داره میگه اون کتاب هایی که ما به عنوان رساله می نویسیم حجت بر شما.